سلام دوستان به فکر فان خوش اومدید من شهابم امروز با آموزش بازی دو تا چهار نفره کوادروپولیس در خدمت شما آن هستیم بازی که توسط طراح فرانسوی فرانسوا گاندون طراحی شد و در سال 2016 توسط کمپانی دیزا فاندر به بازار عرضه شد در این بازی هر بازیکن در نقش یک شهردار هست که با توجه به تایرها یا همون کاشیهایی که در وسط بازی قرار داره و قرار دادن اون کاشی روی برد شخصی خودش سعی میکنه شهر خودش رو بسازه اینکه شما این مکانهای بازی رو به چه شکل در کنار همدیگه قرار بدید در انتهای بازی میتونه امتیاز بیشتر یا کمتری رو نسبت به حریفان برای شما به همراه داشته باشه و در نهایت شما رو پیروز یا بازنده بازی بکنه بازی در دسته بازی های یه جورایی میشه که فامیلی گیم هست و از نظر درجه سختی در سطح میدیوم لایت یا همون متوسط روبه آسون هست بر اساس تعداد بازیکنی که در بازی حضور داره هر بازی اون بین سی الا 90 دقیقه طول میکشه بریم با هم ببینیم که چطور بازی میشه خب دوستان برای چیدمان اولیه بازی برد اصلی بازی و وسط محل بازی قرار میدید هر بازیکن یکی از این برد شخصی رو به رنگ دلخواه خودش دریافت میکنه روی هر کدوم از این برد ها عدد مربع در چهار رنگ هست که هر کدوم از این قسمت ها بهشون اصطلاحا یک منطقه گفته میشه هر برد شخصی دو طرفه هست که یک طرف اون نوشته شده کلاسیک و سمت دیگه اون نوشته شده اکسپرت ما توی این آموزش بازی رو از سمت کلاسیک آموزش میدیم و در انتهای ویدیو توضیحات قسمت اکسپرت رو هم خدمت شما عزیزان میگیم بعد از اون هر بازیکن چهار عدد از این تایل های معمار ها رو دریافت میکنه به رنگ خودش و یکی از این برگه های راهنمای امتیازات رو توکن های انرژی که به رنگ قرمز هستن و این میپل های آبی رو هم به همراه این توکن مشکی رنگ کنار برد اصلی بازیتون قرار میدید این معماران هر بازیکن هم به صورت دو طرفه هستن که یک طرف اون به رنگ دلخواه اون بازیکن و سمت دیگه اون به رنگ مشکی هست که این سمت مشکی رنگ در ورینت یا همون حالت اکسپرت بازی مورد استفاده قرار میگیره بعد از اون تمام تایل های بازی رو بر اساس عدد پشت اونها مرتب میکنید بعضی از این تایل ها پشت اونها نوشته شده کلاسیک و بعضی از اونها که تیره تر هستن پشتشون نوشته شده اکسپرت تایل های اکسپرت در حالت اکسپرت بازی مورد استفاده قرار می گیرن و در حالت کلاسیک این تایل ها رو استفاده نمی کنیم. یک مینی اکسپنشن هم در بازی وجود داره به اسم پلیگراندز که برای بازی اولتون میتونید که از تایل های مرتبط با این اکسپنشن استفاده نکنید تعداد پنج عدد تایل هست مرتبط با این اکسپنشن که روی هر کدوم از اونها عکس یک پارک رو کشیده که به راحتی قابل تفکیک هستن این تایل ها بعد از این همه تایل هایی که عدد یک روی اون نوشته شده رو به داخل کیسه ای که به همراه بازی هست میریزیم توجه داشته باشید که تایل های کلاسیک رو هم داخل کیسه میریزیم بعد از اون بدون اینکه به داخل کیسه نگاه کنیم به ترتیب یک تایل رو خارج میکنیم و به حالت پشت روی برد اصلی بازی قرار میدیم بعد از اینکه همه تایل ها رو روی برد اصلی بازی چیدمان کردید اگر که خوب دقت کنید پشت بعضی از این تایل ها عدد چهار یا عدد سه و چهار نوشته شده اگر بازی رو در حالت دو نفره بازی میکنید تایل هایی که عدد چهار و یا سه و چهار روی آنها نوشته شده رو از بازی خارج میکنید و اگر در حالت سه نفره بازی رو انجام میدید فقط تایل هایی که عدد چهار پشت اونها نوشته شده از بازی بیرون میرن و در حالت چهار نفره تمامی تایل ها مورد استفاده قرار میگیرن ما اینجا بازی رو در حالت دو نفره چی ما میکنیم بنابراین تایل هایی که پشت اونها عدد چهار و یا سه و چهار نوشته شده رو از بازی حذف میکنیم و مابقی تایل ها رو به رو برمیگردونیم بعد از اون این توکن سبز رنگ رو به نفر اول بازی که به صورت رندوم انتخاب میشه میدید و چیدمان بازی در اینجا انجام میشه خب بازی کوادروپولیس طی چهار راند اصلی انجام میشه و هر بازیکن در نوبت خودش چهار مرحله رو انجام میده بعد از اینکه بازیکن نوبت خودش رو انجام داد به صورت ساعتگرد نوبت به بازیکن بعدی میرسه و به همین ترتیب بازی ادامه پیدا میکنه در نوبت خودش هر بازیکن یکی از این توکن های معمار خودش رو انتخاب میکنه و اون رو مقابل یک سطر یا ستون روی برده اصلی بازی قرار میده برای مثال بازیکن آبی رنگ این سطر رو انتخاب میکنه در ادامه بازی به این نکته دقت کنید که بازیکن های بعدی نمیتونن توکن معمار خودشون رو روی توکن معمار بازیکن دیگه ای قرار بدن. زمانی که توکن معمار خودتون رو قرار دادید بر اساس عددی که روی این توکن نوشته شده تایل متناظر اون سطر یا ستون رو برمیدارید و روی برد شخصی خودتون به دلخواه قرار میدید. برای مثال در اینجا بازیکن آبی رنگ بر اساس این عدد این تایل این قسمت رو بر می داره و روی برد شخصی خودش قرار میده نکته که در اینجا حائز اهمیت هست اینه که زمانی که شما می‌خواید این تایل رو روی برد شخصیتون قرار بدید بر اساس عددی که این معمار در اینجا داره شما این تایل رو باید روی سطر یا ستون با اون عدد قرار بدید یعنی برای مثال بازیکن آبی رنگ در اینجا این تایل رو میتونه در این قسمت یعنی در این ستون که عدد یک بالای اون هست یا در این سطر که عدد یک مقابل اون هست قرار بده بعد از اینکه این, که این بازیکن این عمل رو انجام داد این آدمک مشکی رنگ رو در مکانی که اون تایل قبلا روی اون قرار داشت قرار میده نکته ای که اینجا باید به اون دقت کنید این هست که بازیکن های بعدی زمانی که میخوان توکن معمار خودشون رو قرار بدن یعنی برای مثال بازیکن قرمز رنگ این بازیکن دیگه نمیتونه سطر و ستونی که این آدمه که مشکی رنگ روی اون قرار داره رو انتخاب بکنه یعنی برای مثال بازیکن قرمز رنگ به این شکل یا به این شکل نمیتونه معمار خودش رو قرار بده زمانی که شما میخواید یک تایل رو از روی برد اصلی بازی بردارید اگر شرایطی پیش اومد که برای مثال در اینجا بازیکن آبی رنگ مجبور شد که توکن معمار خودش رو در این قسمت قرار بده و در اینجا تایلی وجود نداشت باز هم این بازیکن باید معمار خودش رو قرار بده ولی تایلی رو نمیتونه برداره و روی برد شخصی خودش قرار بده بنابراین هر بازیکن توی نوبت خودش حتما باید از این توکن های معمار خودش استفاده بکنه حتی اگر با قرار دادن اون توکن مما تایلی رو نتونه از روی برده اصلی بازی برداره همونطور که روی برده اصلی بازی مشاهده میکنید تایل هایی که روی این برد قرار دارن انواع و اقسام ساختمون های مختلف رو نشون میدن که نوع هر ساختمون رو میتونید با توجه به علامتی که در گوشه هر تایل هست از همدیگه تشخیص بدید برای مثال این تایل نشون پارک هست یا این تایل نشون فکتوری یا همون کارخونه. تایل مثل این تایل که علامت ساختمون رو دارن، زمانی که روی برده شخصی خودتون قرار میدید، این تایل ها قابلیت این رو دارن که روی همدیگه سوار بشن. برای مثال، این بازیکن آبی رنگ اگر در ادامه بازی تایل دیگه ای رو از این نوع به دست بیاره این قابلیت رو داره که این تایل رو روی تایل قبلی خودش سوار کنه یا اصطلاحا این برج رو تعداد طبقاتش رو اضافه بکنه برای مثال در اینجا بازیکن آبی رنگ اگر در نوبت خودش با استفاده از این معمار خودش این تایل رو از این قسمت برداره میتونه این تایل رو روی ستون یا سطری با عدد سه به دلخواه خودش قرار بده یعنی برای مثال میتونه این تایل رو در این قسمت بذاره یا اینکه انتخاب کنه و این تایل ساختمون رو روی تایل ساختمون قبلی که در اینجا قرار داده قرار بده نکته ای که هست این هست که دقت کنید هیچ ساختمونی بیشتر از چهار طبقه نمیتونه باشه یعنی بیشتر از چهار عدد تایل رو شما روی همدیگه نمیتونید سوار کنید نکته دیگه که در اینجا هست این هست که برای مثال اگه بازیکن آبی رنگ با استفاده از این معمار خودش که عدد دو رو داره این تایل ساختمون رو از این قسمت برداره با اینکه توی این سطر یا ستون عدد دو نداره ولی چون این تایل طبقه دوم این ساختمون محسوب میشه بنابراین این بازیکن میتونه با استفاده از معمار خودش که عدد دورو داره این تایل رو روی این ساختمون در این قسمت قرار بده در طول بازی شاید زمانی فرا برسه که شما تایلی که از روی برد اصلی بازی برمیدارید رو نتونید روی برد شخصی خودتون قرار بدید یا نخواهید روی برد شخصی خودتون قرار بدید در این حالت این تایل رو میتونید به جعبه بازی برگردونید بعد از اینکه هر بازیکن تایل خودش رو از روی برد اصلی برداشت و روی برد شخصی خودش قرار داد منابعی که در این قسمت از تایل کشیده شده رو بلا فاصله دریافت میکنه که برای مثال در اینجا بازیکن آبی رنگ سه عدد منبع انرژی دریافت میکنه که در کنار برد شخصی خودش اون منابع رو قرار میده بعضی از تایل ها دقت کنید که به جای منابع به شما امتیاز میدن که این امتیاز در انتهای بازی برای شما محاسبه میشه هر تایل در قسمت پایین سمت راست اون یک علامتی رو داره که نشون دهنده منبع مورد نیاز باسه فعال کردن اون تایل هست و در انتهای بازی فقط تایل هایی که استلاحا اکتیویت یا فعال شده باشن واسه شما امتیاز به همراه دارن برای مثال در اینجا بازیکن آبی رنگ سه عدد منبع انرژی و یک عدد میپل آبی رنگ یا همون نیروی انسانی رو داره این تایل قرمز رنگ واسه اکتیو شدن یا فعال شدن نیازمند یک عدد منبع انسانی هست که این منبع انسانی رو یا این میپل آبی رنگ رو روی اون تایل قرار میدید که این تایل رو فعال کنید و به همین ترتیب این ساختمون هم نیازمند یک عدد منبع انرژی دقت کنید که ساختمون های چند طبقه بدون در نظر گرفتن تعداد طبقاتشون باز هم شما منبع مورد نیاز تایل رویی رو باید قرار بدید تا اون ساختمون فعال بشه و نیازی نیست که منابع طبقات زیرین اون رو هم بپردازید نکته دیگه که باید در نظر بگیرید این هست که شما در نوبت خودتون یعنی تا قبل از پایان بازی میتونید منابعی که روی برد شخصی خودتون روی ساختمون ها برای فعال کردنشون قرار دادید رو جابجا بکنید و فقط زمانی که بازی به پایان میرسه دیگه نمیتونید این منابع رو جابجا کنید برای مثال این بازیکن کنه آبی رنگ میتونه تصمیم بگیره که تا قبل از به پایان رسیدن بازی این نیروی انسانی آبی رنگ خودش رو به جای اینکه روی این تایل قرار بده روی این تایل بذاره نکته دیگه که باید به با اون دقت کنید این هست که زمانی که شما تایل رو از این قسمت به روی برد شخصی خودتون قرار میدید بلا فاصله این منابع رو دریافت میکنید و واسه دریافت این منابع نیازی به اکتیویت کردن یا فعال کردن اون تایل ندارید پس هر بازیکن در نوبت خودش چهار مرحله اصلی رو انجام میده مرحله اول قرار دادن معمار خودش در مقابل سطر یا ستون دلخواه خودش بعد از اون برداشتن تایل متناظر اون معمار قرار دادن اون تایل روی برد شخصی خودش در صورت تمایل و دریافت اون منابع که اون تایل به بازیکن میده بعد از اینکه هر بازیکن این مراحل را انجام داد نوبت به صورت ساعتگرد به بازیکن بعدی میرسه و اون بازیکن هم به همین ترتیب این مراحل رو انجام میده به همین ترتیب همه بازیکن که در بازی حضور دارن نوبت خودشون رو به همین صورت انجام میدن و این توکن های معمار خودشون رو در مقابل یا ستون درخوای خودشون قرار میدن زمانی که همه بازیکن ها چهار نوبت خودشون رو توسط این چهار معمار انجام دادن معمار های خودشون رو که در کنار برد اصلی بازی قرار دادن رو مجددا کنار برده شخصی خودشون قرار میدن برد اصلی بازی رو خالی میکنید و این میپل مشکی رنگ رو هم کنار برد اصلی بازی قرار میدید بعد از اون برای شروع راند دوم بازی همه تایل هایی که عدد دو رو دارن به داخل کیسه مشکی رنگ بازی منتقل میکنید و این تایل های قهوه‌ای رنگ رو هم به همین صورت بعد از اون تایل ها رو به پشت مثل حالت قبل روی برد اصلی بازی قرار میدید بعد از اینکه تایل ها رو روی برده اصلی بازی چیدید مطابق حالت قبل تایل های عدد چهار و سه و چهار رو از بازی حس کنید در بازی دو نفره بقیه تایل ها رو برو کنید و بازی رو در راند دوم بازی شروع کنید این توکن نفر اول ممکن هست که در طول بازی جابجا بشه که حالا توضیحش رو میدم که به چه صورت این توکن ممکن هست جابجا بشه راندهای سه و چهار بازی هم درست مثل راند اول و دوم بازی ادامه پیدا میکنن و بازی در انتهای راند چهارم در حالت کلاسیک به پایان میرسه زمانی که راند چهارم بازی به پایان رسید بازیکن ها آخرین فرصت خودشون رو میتونن استفاده بکنن و این توکن های منابع خودشون رو به دلخواه خودشون روی برد شخصیشون جابجا جا بکنن روی ساختمون هایی که میخوان اونها رو فعال بکنن در انتها ساختمون هایی که فعال نشدن از بازی حذف میشن بعد از اون هر بازیکن با توجه به این برگه راهنمای امتیازات امتیاز خودش رو دریافت میکنه این بر... برگه راهنما هم همونطور که در بالای اون مشاهده میکنید نوشته شده یک طرف اون کلاسیک و یک طرف اون اکسپرت که در این حالت ما بازی رو از حالت در حالت کلاسیک انجام دادیم بنابراین امتیاز دهی بازی هم بر اساس حالت کلاسیک خواهد بود این دفترچه شمارش امتیازات رو هم میتونید استفاده بکنید و امتیازهای هر بخش رو به صورت مجزا داخل این دفترچه یادداشت بکنید و در انتها مجموع امتیازات رو محاسبه کنید و بازیکنی که بیشترین امتیاز رو داره برنده بازی هست قبل از اینکه نحوه شمارش امتیازات رو بگم این نکته رو در نظر داشته باشید که هر بازیکن به ازای هر تعداد منابع انرژی یا نیروی انسانی که در روی برد شخصی خودش نتونسته قرار بده یک امتیاز از مجموع امتیازاتش کم میشه در انتها بازیکنی که بیشتر امتیاز رو داره برنده نهایی بازی خواهد بود و در صورت تصاوی بازیکنی که بیشترین تعداد نیروی انسانی رو روی ساختمان خودش داره برنده بازی هست در صورت تصاوی مجدد بازیکنی که کمترین تعداد خونه خالی رو روی برد خودش داره برنده بازی هست و اگه باز هم بازیکن های مساوی بودن پیروزی رو با هم دیگه جشن میگیرن ساختمون اولی که توضیحش رو میگم ساختمون شاپ یا همون مراکز خرید هست زمانی که این ساختمون رو, رو روی برد شخصی خودتون قرار دادید و اون رو فعال کردید میتونید تا چهار عدد از این نیروهای انسانی رو روی این ساختمون قرار بدید زمانی که نیروهای انسانی رو روی ساختمون قرار دادید بر اساس تعداد اونها شما در انتهای بازی امتیاز به دست میارید طبق این دفترچه این کاغذ راهنما شما میتونید مشاهده کنید که در صورتی که یک عدد میپل دارید یک امتیاز دو عدد میپل اگه دارید دو امتیاز سه عدد چهار امتیاز و چهار عدد میپل روی یکی از این مراکز خرید هفت امتیاز رو در انتهای بازی برای شما به همراه داره ساختمان های بعدی ساختمان های پابلیک سرویس یا همون مراکز خدماتی عمومی هستند که هر کدوم از اینها در گوشه بالا سمت چپشون یک امتیازی رو شما مشاهده میکنید این امتیاز رو در انتهای بازی دریافت میکنید و بعد از اون به ازای اینکه روی هر منطقه از برد شخصی خودتون اگر حداقل یکی از این مراکز عمومی رو داشته باشید بر اساس این دفترچه امتیاز اون رو هم دریافت میکنید یعنی برای این مثال در اینجا بازیکن آبی رنگ روی دو منطقه از چهار منطقه برد شخصی خودش حداقل یکی از این مراکز خدماتی رو داره بنابراین بر اساس این دفترچه این بازیکن پنج امتیاز دیگر رو هم دریافت میکنه پس بازیکن آبی رنگ در اینجا دو امتیاز یک امتیاز هم روی این تایل داره یعنی سه امتیاز و پنج امتیاز دیگه هم یعنی مجموعا هشت امتیاز رو از مراکز خدماتی خودش دریافت میکنه کارخونه ها بر اساس تایل هایی که اطرافشون هستن امتیاز میدن یعنی به ازای هر شاپینگ سنتر یعنی مرکز خرید دو امتیاز و به ازای هر بندرگاه مجاور خودشون سه امتیاز رو برای شما به همراه دارن برای مثال در اینجا این کارخونه در مجاورت خودش بندرگاه یا مرکز خریدی رو نداره بنابراین این کارخونه امتیازی رو برای شما به همراه نداره توجه کنید که مجاورت به صورت قطری قبول نیست این کارخونه دو امتیاز به ازای این مرکز خرید و سه امتیاز به ازای این بندرگاه یعنی مجموعا پنج امتیاز رو برای شما به همراه داره و این کارخونه دو امتیاز در این قسمت دو امتیاز در این قسمت یعنی چهار امتیاز و شش امتیاز هم به ازای این دو بندرگاه یعنی مجموعا ده امتیاز رو برای بازیکن آبی رنگ به همراه داره بندرگاه ها بعضی از تایل هاشون یه امتیاز رو در این گوشه دارن که امتیاز اون رو دریافت میکنید و بعد از اون به ازای طولانی ترین بندرگاهی که در یک سطر یا ستون دارید شما امتیاز دریافت میکنید یعنی برای مثال بازیکن آبی رنگ در اینجا یک سطر داره که شامل سه تایل هست بنابراین طبق این کاغذ کاغذ امتیازات هفت امتیاز رو از این سطر خودش دریافت میکنه این بازیکن همچنین دو تا ستون داره که هر کدوم از این ستون ها شامل دو تایل هستند. ولی امتیاز یک کدوم از این ستون ها رو میتونه دریافت کنه بنابراین سه امتیاز هم از یکی از این ستون ها یعنی مجموعا ده امتیاز رو از بندرگاه های خودش دریافت میکنه بعد از اون ساختمون ها بر اساس تعداد طبقه ای که دارن امتیاز دهی میشن برای مثال در اینجا بازیکن آبی رنگ به ازای این ساختمان یک طبقش یک امتیاز ساختمان دو طبقه سه امتیاز و ساختمان سه طبقه شش امتیاز یعنی مجموعا ده امتیاز رو از ساختمان خودش دریافت میکنه این نکته رو در اینجا بگم که یک تال در بازی وجود داره که عکس این آدمه که یعنی علامت این آدمه که سبز رنگ رو داره بازیکنی که این تایل رو روی برد شخصی خودش قرار بده بلا فاصله این آدمه که سبز رنگ رو دریافت میکنه و نفر اول برای رانت های بعدی بازی هست تا جایی که بازیکن های بعدی مجددا این توکن سبز رنگ رو از اون پس بگیرن بعد از اون تایل های پارک همونطور که در تصویر مشاهده میکنید یک علامت انرژی که یه ضرب در داخل اون خورده رو نشون میدن در انتهای بازی هر بازیکنی که این تایل ها رو روی برد شخصی خودش داره یکی از این کیوب های انرژی رو روی تایل پارک خودش قرار میده به این نکته دقت کنید که تایل های پارک نیازی به اکتیویت شدن یا فعال شدن ندارن و در انتهای بازی شما اگر کیوب انرژی نداشتید که روی یک تایل پارک قرار بدید اون تایل قبل از امتیاز شماری از روی برد شخصی شما حذف نمیشه و در امتیاز دهی مورد استفاده قرار میگیره فقط شما کیوب رو ندارید که روی اون تایل قرار بدید چون این کیوب ها همونطور که در ابتدای امتیاز دهی بازی هم گفتم در صورتی که استفاده نشن و در بیرون برد شخصی شما باقی بمونن به ازای هر کدوم از اونها شما یک امتیاز منفی رو دریافت میکنید بعد از اون برای امتیاز دهی هر کدوم از این تایل های پارک بر اساس اینکه چه تعداد تایل ساختمون در مجاورتشون قرار داره امتیاز دهی میشن به این نکته دقت کنید که ارتفاع این ساختمون ها در نظر گرفته نمیشه بنابراین این بازیکن آبی رنگ در اینجا برای این پارک خودش دو ساختمون رو در مجاورت خودش داره که بر اساس این جدول امتیازدهی چهار امتیاز رو دریافت میکنه این پارک در مجاورت خودش ساختمون رو نداره بنابراین امتیازی رو برای این بازیکن آبی رنگ در نداره خب دوستان توضیحات ورینت کلاسیک بازی رو من در اینجا تمامی نکاتش رو گفتم میرسیم به ورینت اکسپرت بازی که توضیحش رو الان خدمت شما عزیزان میگم خب برای انجام دادن بازی در حالت اکسپرت اولین کاری که انجام میدید برد شخصی هر بازیکن رو در حالت اکسپرت قرار میدید همونطور که روی برد شخصی دقت میکنید برخلاف حالت کلاسیک هر برد بازیکن شامل پنج منطقه اصلی هست و در گوشه هر کدوم از این مربع ها یک عددی نوشته شده تغییر دیگه که انجام میشه این هست که بازیکن ها معماران خودشون رو از سمت مشکی اونها قرار میدن و زمانی که هر بازیکن این کار رو انجام داد تمامی معماران موجود در بازی رو در یک قسمت در کنار برد اصلی بازی در دسترس همه بازیکن ها قرار میدید که هر بازیکن میتونه به دلخواه خودش از بین این معماران انتخاب کنه برای مثال در بازی دو نفره این بازیکن آبی رنگ معمارای خودش رو به این شکل قرار میده و همچنین بازیکن قرمز رنگ هم این معمارا رو به این شکل قرار میده و همه اینها رو ما در کنار برده اصلی بازی قرار میدیم دقت کنید که تعداد این معمارها در حالت اکسپرت 5 عدد هستند بعد از اینکه همه بازیکن ها معمار های خودشون رو در کنار برد اصلی بازی قرار دادن این تایل های اکسپرت هم رو وارد بازی می کنید و به جای اون تایل های کلاسیک رو از بازی خارج می کنید دقت کنید که در حالت اکسپرت یک سری تایل با عدد 5 هم به بازی اضافه میشن که در حقیقت این نشون دهنده این هست که بازی طی 5 راند در حالت اکسپرت انجام میشه ولی در هر راند هر بازیکن چهار معمار خودش رو طبق حالت کلاسیک بازی میتونه مورد استفاده قرار بده بنابراین در بازی دو نفره حداقل دو عدد از این معمارها اضافه میان که برای راند های بعدی بازی مجددا باید این معمار ها رو پر کنیم و راند بازی رو ادامه بدیم خب برای مثال اگه بازیکن آبی رنگ در نوبت خودش از معمار شماره 3 استفاده کنه و یک تای رو از روی برده اصلی بازی برداره و بخواد روی برده شخصی خودش قرار بده به دو حالت میتونه این کار رو انجام بده یا اینکه بر اساس عدد معماری که استفاده کرده این تایل رو در منطقه با عدد متناظر اون معمار قرار بده یعنی در منطقه سه یعنی برای مثال به این شکل و یا اینکه این تایل رو در یکی از این مربع های خالی با عدد سه قرار بده یعنی برای مثال این مربع این قسمت یا این قسمت و یا به همین شکل مربع های دیگه که عدد سه رو روی برد شخصی خودش داره تغییر دیگه که در حالت اکسپرت در بازی به وجود میاد نحوه امتیازدهی پایانی بازی هست که بر اساس این جدول امتیازدهی که در حالت اکسپرت قرار گرفته این امتیازدهی انجام میشه ما بقیه قوانین بازی درست مشابه حالت کلاسیک بازی هست و به همون صورت انجام میشه در حالت اکسپرت ما دو نوع ساختمون جدید داریم یکی ساختمون آفیس که این ساختمون های قهوه‌ای رنگ هستن و ساختمان‌های های آبی رنگی که در این پایین مشاهده میکنید نحوه امتیاز دهی اینها رو من در اینجا خدمت شما عزیزان میگم ساختمان های قهوه‌ای رنگ آفیس ها درست مثل ساختمان‌های های معمولی میتونن روی همدیگه استک بشن استاله یا روی همدیگه قرار بگیرن با این تفاوت که این ساختمان‌ها ها برای فعال شدن به دو منبع نیاز دارن هم نیروی انسانی و هم انرژی در انتهای بازی بر اساس اینکه چه تعداد از این ساختمان ها در مجاورت همدیگه در یک منطقه قرار دارن شما امتیاز اون رو طبق این جدول دریافت میکنید برای مثال در اینجا ما سه دسته ساختمون داریم که در مجاورت همدیگه قرار دارن بنابراین طبق این جدول در این ردیف این به ازای این ساختمون که یک طبقه رو داره ما دو امتیاز رو دریافت میکنیم به ازای این دسته ساختمون ها که دو طبقه دارن پنج امتیاز و مجددا این دسته ساختمون ها که دو طبقه رو دارن پنج امتیاز دیگه یعنی مجموعا دوازده امتیاز رو این بازیکن از این ساختمونهای خودش دریافت میکنه در این قسمت از برد خودش این بازیکن دو دسته ساختمون رو در مجاورت هم دیگه داره بنابراین در این ردیف که دو ساختمون مجاور هست بر اساس این جدول این بازیکن این ساختمون یک طبقش براش یک امتیاز و این ساختمون دو طبقهش براش سه امتیاز رو به همراه داره یعنی مجموعا چهار امتیاز رو از این ساختمان ها دریافت میکنه این نکته رو دقت کنید که این ساختمان های قهوه رنگ یا همون آفیس ها نیازی نیست که مجاورتشون حتما داخل یک منطقه باشه و این ساختمون ها میتونن در مناطق مختلف هم با هم دیگه در مجاورت باشن ساختمون های بعدی ساختمون مانیومنت یا همون بناهای یادبود هستند که برای فعال شدن نیاز به منبعی ندارن ولی بر اساس ساختمون هایی که در مجاورتشون قرار دارن طبق این جدول امتیاز دهی میشن طبق این جدول این بناهای یادبود اگر در مجاورتشون کارخونه یا بندرگاه وجود داشته باشه شما پنج امتیاز رو از دست میدید همچنین اگر در مجاورت این ساختمون ها ساختمون دفتر کار یا همون آفیس و یا بنای یادبود دیگه قرار داشته باشه هیچ امتیازی رو شما دریافت نمی کنید. در صورتی که در مجاورت ساختمون های مانیومن شما پابلیک سرویس شاپینگ و یا پارک داشته باشید این امتیازات رو دریافت میکنید یعنی برای پابلیک سرویس ها دو امتیاز شاپینگ سنتر ها سه و پارک پنج امتیاز رو برای شما به همراه دارید برای مثال در اینجا این بازیکن به ازای این پارک پنج امتیاز رو به دست میاره و به ازای این بندرگاه پنج امتیاز رو از دست میده این ساختمون ها در مجاورت مانیومنت محسوب نمیشن بنابراین امتیازشون هم لحاظ نمیشه این بازیکن به ازای این ساختمون پابلیک سرویس که در این قسمت قرار داره طبق این جدول دو امتیاز رو به دست میاره. خب دوستان این بود آموزش بازی کوادروپولیس. امیدوارم از آموزش امروز ما لذت برده باشید. اگر هم سوالی و نکته‌ای هست در قسمت کامنت ها یا در دایرکت با ما در ارتباط باشید. تا آموزش های بعد روز خوش و خدا نگهدار.